خب بچه ها خاطرتون هست که ما وقتی با هم داشتیم صحبت میکردیم گفتیم بعد 4 تا بیماری بودش که سلام بهداشت و سلامت گفته بود که به سبک زندگی ما ربط داره. یکیش راجب ام آی بود، کانسر، ببخشید ام آی یعنی انفارکتوس میوکارد. یکی دیگهش دیابت بود که ما بعدا اینا رو توضیح میدیم، من فقط خیلی سریع ازش میگذرم. دیابت یا بیماری قند که دو نوع داره بعدا کاملتر میخونیم. ببینید بچه‌ها یه چشم نرمال تو شبکیه‌اش، اونجا که شما تو فیزیک هم خوندین دیگه، توی اون فیزیک دهمتون اینها هم یه اشاراتی به این داشتین تو اون عدسیه‌ها و تو اینا. چشم نرمال و چشمی که ببینید این عروقی رو که توی چشم نرمال هست توی شبکیه هست، ولی توی دیابتیار ما بهش میگیم رتینوپاتی، یعنی اینکه عروق کوچیک توی بیماری های مربوط به دیابت عروق کوچیک صدمه می‌خوره. عروق کوچیک کجا داریم؟ توی مغزمون داریم. عروق کوچیک کجا داریم؟ توی کلیه‌مون داریم. بچه‌های تجربی توی گرومرول مالپیچی یا تو کپسول بومن توی اونجا پر عروق خیلی ریز داریم. همه اون به خاطر همینه خیلی از دیابتی‌ها دیالیزی میشن، کلیه‌هاشون رو از دست میدن. تو مغزمون امکان داره چشممون دچار نابینایی بشه. پس دیابت یه بیماری هستش که بیماری میکرواسکولار. اون زخمی هم که براتون گفتم، ببینید زخم پای دیابتی که خیلی خیلی شایع هستش. چه چیزایی تو دیابت خیلی مؤثره؟ فشار خون بالا داشتن، چربی بالا، اضافه وزن، تحرک کم، سیگار کشیدن، همه اینها میتونه باعث دیابت نوع دو بشه. بعدا اینا رو کامل‌تر می‌خونیم. یکی دیگه از اون چهار تا کانسر یا سرطان بود که گفتیم سرطان روده بزرگ تو ما ایرانی‌ها خیلی شایع شده بود. اینجا یه دونه عکس سرطان ریه رو برای شما گذاشته. شما تو سرطان ریه دارید نگاه می‌کنید که یه تومور، نگاه کنید اینجا سلولایی که سلولای توموری که اومدن هم دارن به طرف پایین دارن میرن و هم به طرف بالا. این سلولا میتونن کنده بشن، وارد جریان خون بشن، برن تو از طریق عروق توی ارگانهای دیگه ما متاستاز بکنن. متاستاز یعنی این که شما رفتید نونسنگکی مثلا از این خشخاش یا کنجد رو اینجوری پخش میکنه روی نونسنگک. دقیقاً این سلولای سرطانی تو بدن ما کانسر، سلولای سرطانی بدخیم همینجوری هستن، متاستاز میدن. متاستاز دادن یعنی پخش شدن در کل ارگان ها. خیلی از کسانی که بالای 60 سال دارن تو ما مردا دچار سرطان پروستات میشن. بزرگی خوشگیم پروستات داریم، سرطان پروستات هم داریم. سرطان پروستات اگه یه نفری اومد 60 سال، 65 سال، 70 ساله به من گفت کمرم خیلی درد میکنه، بعد من ازش میپرسم کار سنگینی کردی؟ میگه نه، یه چند وقتی دردش مثلا از کم شروع شد، الان درد هیچ کاری هم نکردم، تو خونه مثلا کارهای روتین رو انجام میدم. امکان داره یه بهانه‌ای هم باشه، یه میزم بلند کردم دیگه دردش بیشتر شد. اولین شکی که تو ذهن من میره این نیستش که درد سیاتیکه، میگم این احتمالاً سرطان پروستات داشته. سرطان پروستات اومده به این استخوان‌های لگنی متاستاز داده، سرطان استخوناشو درگیر کرده. جزو اولین چیزایی که ازش میخوام میگم برو یه دونه عکس ساده ایکس ری بنداز واسه من بیار. و تو اونجا اکثر اوقات شما نگاه میکنید که ما یه نقاط سفید رنگی رو میبینیم که سلولای سرطانی اون استخونها رو درگیر کردن و میتونه این خیلی متاستاز میتونه خیلی وسیع باشه تو سرطان پروستات که ما مردا هممون بعداً بهش مبتلا میشیم، یا بزرگی خشکی پروستات یا سرطان پروستات. سرطان یه جمله، یعنی یه سری سلولا در واقع تکثیر بیش از حد دارن. بله بله. یعنی وقتی بچه‌ها تعریف سرطان یعنی که اگه دست من زخم شد تو پدیده التیام و ترمیم، وقتی که دو لبه زخم به هم دیگه رسید دیگه التیام شروع تموم شد، یعنی درست شد، التیام پیدا کرد، دیگه سلولا تکثیر نمیشن. اگه این سلولای شروع کردن به تکثیر پیدا کردن، الان تو اینجا مثلا فرض کنید که یه زائده ای پیش اومده بود، مثلا فرض کنید تو ریه یه نفر یه صدمه خورده بود، این سلول باید خودشو تعمیر میکرد. اگه به جای اینکه یه سلولش باید مثلا باید میشد 100 تا سلول، ولی 100 تا سلول درست شد، ترمیم درست شد، ولی بازم شروع کرد به تکثیر پیدا کردن، ما به این میگیم حالت تومور. که تومورها میتونن خوشخیم باشن و بدخیم باشن. تومورهای خوشخیم اون تومورهایی هستن که این متاستازی که من گفتم رو ندارن، تو یه جا میمونن، دورشون هم یه کپسول ماننده. شما جگر رو دیدین تو بدن ما، توی طرف راست جگر اون کبد اون که اینجا، وقتی شما میرین جگر میخواین روش یه لایه شفاف مانندی وجود داره. این تومورها معمولا توی یک کیسه محفوظ شدن، تومورهای خوشخیم متاستاز ندارن، ولی امکان داره عوارض داشته باشن، مثلا توی مغز سرطان. اصلا من میترسم بگم تو مغزم، چون میترسم بگیرم، هر چی دادم بگی میگیره. مثلا میگه تو مغز یه سرطان خوشخیم ایجاد شده، خب هی داره بزرگ میشه بزرگ میشه، درسته بدخیم نیست ولی میتونه فشار بیاره به قسمت‌های مختلف. من سردرد، تهوع، استفراغ بگیرم، چیکار میکنن؟ اون سرطانو درش میارن،
بعد به طرف هم میگن آقا دلت شور نزنه، فرستادیم پاتولوژی، سرطانش برات صدمه دیگه نداره دیگه، خیالت به جای متاستاز نداده، سرطانش بدخیم نبوده. تو سرطان های سینه توی خانوما خیلی شایعه، توی انواع سرطان ها میتونه پس هم خوشخیم باشه بدخیم باشه، این جزء سرطان های خیلی بدخیمه. زخمی که تو گوشه لب باشه و خوب نشه، ماهایی که میریم مثلا کشاورزی میکنیم به قول دوستمون تو کشاورزا خیلی شایعه، بالای این لب اینجا یه خط بکشیم، سرطانای این بالا با این سرطانا فرق داره. بازال سل کارسینوما و اسکواموس سل کارسینوما دو نوع سرطانی هستش که میتونه خیلی خیلی وخیم کار رو جلو ببره. پس اینا تو سرطانای بدخیم هم که میتونه متفاوت باشه و رشد نابهنجار یک سلول باشه، مجموعه سلول ها باشه. خب یکی دیگه از اونها پوکی استخوان بود. گفتیم پس ما هر چقدر ضربه زدیم به پامون، هر چقدر راه رفتیم، هر چقدر تلاش کردیم، پوکی استخوان کمتر میگیریم. بچه‌ها یادتون باشه منابع کلسیم باید استفاده کنید. تمام پدر مادرای شما بدون استثناءشون لازمه که قرص کلسیم دی بخورن، به غیر از اونایی که مثلا سنگ کلیه دارن، اینا رو من کاری ندارم، یا یه داروایی مثلا داره وارفارین میخوره، اونا رو من کاری ندارم. تو حالت معمول یه پدر و مادر سالم وقتی از سن 50 به 50 میرسن، قطعا تو رژیم روزانه‌شون باید قرص کلسیم دی بخورن که اکثر نوه قریب اتفاق ما نمیخوریم. من آقای صحبت توی که بچه های پیش دانشگاهیمون که 2-3 سال قبل بود، تمام دوران دهمش و تمام دوران 11مش بیمار بود و همیشه سرماخوردگی و آب، یعنی تا یه هوا مثلا تو ده میرفتیم دیگه همش افتاده بود. بارها و بارها بهش گفتم که برو ویتامین دی تو آزمایش بده، دیگه توی پیش دانشگاهی که اومد بهش گفتم تا ویتامین دی تو آزمایش ندی نمیذارم بیای مدرسه. بعد رفت ببینید مثلا حداقل دیگه خیلی پایین باشه ویتامین دی، باید 30 باشه، وقتی رفت داد 3 بود ویتامین دیش. و بعد که شروع کرد، اکثر شما الان ویتامین دی هاتون پایینه، بعد که رفت شروع کرد به دوزاژ لازم ویتامین دی رو گرفتن، الان که میاد تو مدرسه ما گاهی اوقات هم کمک خودمو میکنه، همیشه به من میگم که من هیچ وقت قدم نمیره، هی هم به همه توصیه میکنم که ویتامین دی خیلی خیلی مهمه. پس بخصوص تو کووید 19 یکی از چیزایی که شاه درمان هستش اینه که شما سطح ویتامین دی تون، ما تمام آدمای ایرانی که رو، یا همه آدمایی که رو کره زمین هستیم، ما هر ماه باید یه دونه از این قرصایی که حالا قرص که بهش میگن، یه چیزای ژلاتینی هستش که 50,000، یه دونه 50,000 باید بخوریم تا ویتامین دی مون، درسته ویتامین دی زیر خورشید بریم تامین میشه، ولی خیلی کم، خیلی ناچیز. آلودگی های هوا، پشت شیشه بودن ها، اینا همه باعث میشه که ما سطح ویتامین دی مون کم بشه. چرا من ویتامین دی رو دارم میگم؟ چون بچه‌ها کلسیم موقعی تو بدن ما جذب میشه که همراه ویتامین دی باشه. همیشه مادرتون هم که داره قرص میخوره نوشته کلسیم دی، کلسیم به اضافه ویتامین دی، کلسیم با ویتامین دی. پس این دوتا میتونن خیلی راحت تر کلسیم رو، بچه‌ها دشمنش یه نوشابه، نوشابه واقعا جذب کلسیم رو در استخوان‌های ما کم میکنه. این هم ببینید بچه ها، شیر چقدر میتونه اثر خوب، لبنیات، شیر. یادتون باشه لبنیات موقعی میتونه برای ما مفید باشه که لبنیات کم چرب باشه، لبنیات پرچرب جذب کلسیم درش خوب اتفاق نمیفته. پس اگه داریم استفاده میکنیم لبنیات کم چرب استفاده میکنیم. جانم بچه ها چی شده؟ اون به وجد اومده ده. بچه ها سوالشون اینه که آقای سوادینا از ساعت به وجد اومده، خوشحالن که این درس چجور باعث شده که همه میگن این درس همه رو به وجد آورده، من جمله ساعت رو که بله. خب میگه در تو نمازم که زنه، شما تو کلاس باید دست همه توجهتون به درس سلامت باشه ولی حواستون اونجاست. میگه تو نماز غیر از خدا که هرگز در فکر آن نبودی، هر چیز کست و گم شد وقت نماز پیداست. واقعا جوراب اونم که گم کنیم سر نماز که بریم بگیم آها زیر مبل اونجا گذاشتم، یادم میاد. حالا واقعا هر چیز گم میشه زود پیدا میشه. در حساب بله، مولتی ویتامین ها میتونه تا حدی کمک کننده باشه. مولتی ویتامین هایی که مربوط به آقایونه با خانم هاست متفاوته. ما آهن نباید استفاده بکنیم، خانم ها آهن باید استفاده کنن. ما فقط همینه که قرصای آهن خانم ها با قرصای مولتی ویتامین خانم ها رو از آقایون جدا میکنن. توی اونها معمولا دوز لازم از ویتامین دی رو داره که میتونه کمک کننده باشه. خب راجع به پوکی استخوان یکی از اونها دیدیم. سبک زندگی ها ماده با هم دیگه مقایسه کرده کتاب اون قدیما رو یادتونه، زیر کرسی شما که مثلا پدراتون یادتون یادشونه شب چله مثلا نشسته بودن ببینید دور هم داشتن با هم دیگه مثلا حافظ میخوندن و
مادرمون رفتار چجوری میشست یا مادر بزرگامون چجوری میشستن، آسانسور نبود، پله‌ها بالا پایین، همش تحرک داشتیم. الان همه، الان من مثلا همین دیگه 2 کیلومتری دادم وای میسته اسلاید این برنامه میکنه، هیچ کاری انجام نمیدیم با ماشین. تا اون همه این زندگی های ماشینی باعث شده که این سبک زندگی ها باعث شده که ماها بیمار سلامتیمون هم دچار تغییر و تحول بشه و یا گاهی اوقات به مخاطره بیفته. و شما نگاه میکنید میبینید که این زندگی های دور همی تبدیل به شده بشه که زن و شوهر تو خونه این طرف این طرف و نگاه میکنید اون عاطفه که داره صدمه میخوره، هر کی حباب فضایی خودشو داره، بچه توی یه شبکه مجازی، مادر توی یه شبکه، پدرم توی یه شبکه، و واقعا هیچ کسی به فکر اون یکی نیست. و دانش آموزی که البته این داره درس میخونه دیگه، پدر داره خواهد با زور اینو از پای درس ریاضی چیزی بوده بلندش کنه، درس سلامت بوده. و اینکه این شبکه های اجتماعی مثل تارنکبوت بود همه ما رو در خودشون گیر انداختن. بچه ها یه بحثی داریم تحت عنوان خودمراقبتی، اینم همیشه سوال خیز بوده و همیشه تو سوال های امتحان راجع به خودمراقبتی میاد. ببینیم خودمراقبتی و نسبتش به سلامتی ما چی هستش. خودمراقبتی یعنی فعالیت هایی که خود یا خانوادمون یا من یا خانوادم یا دو من و خانوادم برای حفظ و ارتقای سلامت انجام میدیم. پس هر فعالیتی که خودمون و خانوادمون برای، الان من تو خانواده خودم، شما تو خانواده خودتون، ماسک زدن، الکل داشتن، رعایت مسائل بهداشتی کردن، از راه میرسیم مثلا یه سری مسائل رعایت بکنیم که دیگران، همه این کارا بهش میگن خودمراقبتی. داریم از خودمون و از خانواده خودمون مراقبت میکنیم. افراد به تدریج یاد میگیرن که بر طبق آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی و اعتقادات مذهبیشون و سطح دانششون با بکارگیری روش‌های گوناگون از خودشون و خانواده‌شون مراقبت بکنن. آداب و رسوم حتما درش اثر داره، اعتقادات درش اثر داره. اعتقادات چجوری میتونه از من و خانواده‌ام دفاع کنه؟ منی که سلامت معنوی رو به خانواده‌ام یاد میدم، میگم ببین اگه بریم مشهد چقدر آروم میشیم، اگه بریم مثلا حرم این، پس یه نوعی از سلامت روان و سلامت معنوی رو به خانواده انتقال دادنه. انواع خودمراقبتی، باز هر وقت این انواع از شما میپرسن که انواع سلامت، انواع خودمراقبتی، همیشه یادتون باشه جسمی، روانی، عاطفی، اجتماعی و معنوی درش حتما هستش. خودمراقبتی جسمی چیه؟ غذای سالم بخوریم، خوابمون کافی باشه، ورزش داشته باشیم، دخانیات استفاده نکنیم. علاوه بر روانی چجوری خودمراقبت باشیم؟ استرس خودمون رو، خشم خودمون رو قبل از هر کاری فکر بکنیم، یاد بگیریم چجوری باید خشم خودمون رو کنترل بکنیم. تو تصادفات براتون مثال زدم، اسکیزوفرنی رو براتون گفتم که امکان داره نفری که تصادف کرده با ما دچار شیزوفرنیا بشه و ما رو دچار صدمه بکنه، ظاهرش هم سالم باشه. خودمراقبتی عاطفی چجوریه؟ گریه، اسلایداشو با هم می‌بینیم، گریه کردن در شرایط مختزی. به ما پسرها از اول میگفتن تو مردی نباید گریه کنی، یه حرف بیخودکی که تو ذهن ما کردن. اتفاقا چون مردیم باید گریه بکنی، زمین می‌خوره آدم دردش میاد گریه می‌کنه. ولی اصلا و چیز خیلی بدیه که پدر مادرها به بچه‌هاشون، به پسرشون میگن نه بلند شو بلند شو، مرد که گریه نمی‌کنه. و این اصلا گریه کردن و خودش از کوچیکی به ما آموزش داده میشه که این دون شأن مرده. توی عزاداری‌هاست، تو مناسبت‌هاست، مثلا پدرش فوت که میگن گریه نکن، باید خیلی خودتو مثلا راحت نشو، یعنی خدا باید گریه کنه دیگه. چه ایرادی داره گریه کردن؟ ما معصومین ما هم گریه می‌کردن به خاطر مسائل معنوی خودشون. ولی هیچ ایرادی نداره که آدم متأثر بشه، تأثیر خودش رو به صورت گریه نشون بده. گریه کردن در شرایط مختزی، اوقات فراغت و با خانواده بودن، خودمراقبتی عاطفیه. یاد بگیرید همین الان هم که تو کووید هستیم، همین الان هم که تو خانواده کوچیک خودمون دور هم بودن، آدم میتونه یه شب بره پشت بون شام بخوره، میتونه وایس منتظر هم دیگه تا همه بیان دور سفره بگیریم بشینیم، تا اینکه مثلا مادر یه موقع شامشو بخوره، شما بگی من درس دارم یه ساعت دیگه میام. و این جزء بدترین کلمه هاییه که زنجیره عاطفه رو تو خانواده پاره میکنه، که به شما بگم بیا سر شام، شما بگی نه من الان درس دارم الان نمیتونم بیام. نه، آدم میتونه با اوقات فراغت خودش، اون ساعتی رو که به شامش اختصاص داده شده، با همراه خانواده باشه. و تو خودمراقبتی عاطفی یه چیز دیگه داریم به نام احساس ارزشمندی. خودم احساس ارزشمندی بکنم، خانواده خودم، اگه ما خودمون رو، الان من مثلا میدونستم که جانشین مثلا فرض کن ولی فقیه هم، من اگه خودم میدونستم من مثلا جانشین امام زمان علیه السلام هستم، چه افتخاری به خودم میکردم، چه حس ارزشمندی داشتم. ولی خدا داره به ما میگه تو خلیفت اللهی، تو خلیفه خدایی، دیگه از این چی میتونه بالاتر باشه؟ اون خلیفه خدا باشه. خب اگه واقعا آدم همچین احساسی داشته باشه، چقدر خودشو ارزشمند میدونه و چقدر کارهایی رو انجام نمیده. میدونه که میگه خلیفه خدا که نمیره مثلا فلان کارو انجام بده، خلیفه خدا که دروغ نمیگه، خلیفه خدا که ظلم نمیکنه، چون من خلیفه اونم دیگه.
پس اگه این احساس ارزشمندی مال موقعیه که ما خود مراقبتی عاطفی رو داشته باشیم، خود مراقبتی اجتماعی چیه؟ مشورت بکنیم با افراد مطلع تو کارهای مختلفی که پیش میاد، نقش مشورت کردن که دین ما هم خیلی تو قرآنمون هم بهش اشاره شده. خود مراقبتی معنوی هم فرایض دینی و نیایش. بچه‌ها فوق العاده، همون که دیدیم علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، کسانی که دستشون رو به آسمونه، کسانی که از اون میخوان و دستشون رو به بندهای خدا دراز نیست، اونا یک مراقبت خیلی خیلی شدیدتری رو از خودشون دارن. سختی ها خیلی درشون کم مؤثر واقع میشه. اگر هم یه حادثه براشون اتفاق بیفته، اون حادثه رو ناشی از این میدونن که خدا خواسته امتحانشون بکنه، خدا خواسته. آقا اصلا چیز طبیعیه. اگر ما هممون داریم میریم مثلا مشهد، تو راه مشهدیم، حالا پدرمون میگن آقا مثلا یه خورده دو تا قطار جلوتر هم ما سوار شده، میگن پدر شما رسیده مشهد، شما مثلا ایستگاه سبزواری، تا میگن پدر رسید مشهد میشینیم زار میزنیم وای پدر من رسید مشهد، بدبخت شدم، او رسید مشهد دیگه، هممون داریم میرسیم مشهد. حالا ایشون 10 سال زودتر رسید مشهد، من 10 سال بعد، 50 سال زودتر رسید، من 50 سال بعد. یعنی مرگ اگه بهش اینجوری نگاه کنیم دیگه اینقدر ناراحتی نداریم، یا هممون سرمنزل هممون مرگ، پیغمبر خداش هم فوت کرد، پس همه ما این راه رو داریم. اگه خودمون رو اینجور عادت بدیم، میبینیم که چقدر حوادث میتونه برای ماها متفاوت جلوه بکنه. پس خود مراقبتی معنوی، انجام فرائض دینی و نیایش، دلبستن به خدا، دعا خوندن تو سختی ها به خصوص، چقدر این میتونه کمک بکنه و چقدر مادرای ما تو این زمینه، پدرای ما تو این زمینه تونستن خودشون رو با آرامش تو سختی ها جلو ببرن. خود مراقبتی جسمی، گفتیم غذای سالم خوردن، ببینید شیر و کیوی و اینا رو داره میخوره، ورزش کردن، فست فود رو کمتر خوردن. خود مراقبتی روانی، بچه‌ها این کار، تنفس عمیق مهمترین روش کنترل خشمه. همیشه به ما میگفتن که عصبانی میشی یه لیوان آب بخور. آب خوردن، شما اون مکانیزمایی که من چون فرصتش نیست دیگه نمیخوام وارد بشم، مکانیزمای کنترل تنفس، وقتی دبیر میارتون پای تابلو درس ریاضیتون و حسابانتون رو حل بکنید و بعد بلد نیستین، دیدید چه به تپش قلب میافتید، چقدر تون تون نفس میکشید، میتونه چقدر باعث اضطراب شما بشه. همین الانه شما در ظرف یک دقیقه میتونید همتون مضطرب بشین. من فقط کافیه بگم تو یک دقیقه شما تون تون نفس بکشین. تون تون نفس کشیدن دقیقاً شما رو مضطرب میکنه. حالا به شما یاد بدم، بگن آقا تنفس خودت رو نیاکنید، نفس رو میکشم 5 ثانیه و 7 تا 10 ثانیه تنفس خودم رو نگه دارم و بعد تنفس رو بیرون بدم. خب خیلی درس خوبیه واقعا، سلامت بده. خیلی خوب بچه ها، پس نیا کنید تنفس عمیق و آرام چقدر خوبه. تو رانندگی خشمناک شدن که گفتیم بلد باشیم چیکار کنیم که خشممون رو کنترل بکنیم، مهارت هایی داره باشیم، مهارت کنترل خشم، اتحاد داشتن، مشورت کردن، فکر کردن قبل از هر کار، تنفس عمیق، اهمیت ندادن به خشم، یا مسائل مختلف دیگه که شما اینجا دارید مشاهده میکنید. لحاظ عاطفی هم که من توضیح دادم، ببینید خورده زمین گریه نکن، نه چرا گریه بکن. دور هم دیگه اگه کووید نبود میرفتیم تو پارک ها غذا میخوردیم و اون راههایی که وجود داره برای اینکه ما بتونیم از خودمون و خانواده خودمون لحاظ عاطفه، برای یه نفر یه تو خونه یه مشکلی پیش میاد، اگه خواهر کوچیک دارین الان که تو کووید 19 است از خونه بیرون نمیتونن بیان، سر را که دارین میرین یه هدیه کوچولو واسش بخرین، یه گل سر واسش بخرین، ببینید چه قوقایی از محبت تو دل اون به پا میکنه. برای مادر خودتون یه شاخه گل بخرید، اصلا نگید روز مادرم، یعنی الان که دارید میرید مثلا میشه 4000 تومان میشه 5000 تومان، یه شاخه گل خریدن و ببینید مادر خودتون رو چقدر سر حال میارید و چقدر شاداب میکنید. الان که آقای صبحات اینجا نیستن، معلمین خودتون هم اینجوری، الان فصل بهار، کافیه صبح که از خونه می‌خواستیم بیایم بیرون یه شاخه گل تو باغچه خودمون هم می‌کندیم به معلم خودمون می‌دادیم. واقعا بچه‌ها اینا میتونه خودمون و جامعه خودمون رو خیلی جان. خب خود مراقبتی اجتماعی چه جوری هستش؟ مشورت کردن، و ما حدیث داریم داناترین مردم کسیه که دانش مردم رو با دانش خودش جمع کنه، مشورت بکنه. خیر خواه، هر کس برادر مؤمنش با اون مشورت کنه و او صادقانه راهنماییش نکنه، خداوند عقلش رو یا درایتش رو ازش میگیره. اینا نگاه کنید، کمک کردن از لحاظ، ببینید
مثلا یه سیلی میاد، یه زلزله میاد، همه بیاین با هم کمک بکنیم. اینجا شما دارید نگاه میکنید مثلا یه حادثه اتفاق افتاده مثل کووید 19. البته این کار خیلی کار خطایی بود، از اولی هم که این بهداشت اجتماعی هم گفتن آقا تو رو خدا سمپاشی نکنید، این موشا میمیرن تا اون تو شهر. خیلی خیلی کار بدی بود، ولی بالاخره یه کار جمعی که داره صورت میگیره. سیل اومده، باز اینا هم این کار اشتباه رو دارن انجام میدن، سمپاشی ها دارن انجام میدن. خب خود مراقبتی معنوی، نماز خوندن، راهپیمایی 40، زیارت رفتن، شکرگزاری کردن، اول قضا، آخر قضا و این رو به زبون آوردن چقدر میتونه باعث علاوز معنوی روی ما اثرگذار باشه. خود خب بچه باز یه جمله طلایی که خواهش می‌کنم، این 3-4 تا جمله‌ای که با هم دیگه میگیم، 3-4 تا که بیشتر 10 تا شده دیگه، یاد بگیریم. خود مراقبتی چون تو امتحانتون اومده بوده، جا خالی در حفظ سلامت خیش است. گام اول در یعنی شاید مهمترین گام در حفظ در خود این خود مراقبتیه. برای چی؟ برای اینکه ما سلامت خودمون رو حفظ کنیم. بین عدد نگاه کنید بچه‌ها، بین 65 تا 85 درصد از رفتارهایی که به سلامت ما منجر میشه محصول همین خود مراقبتیه، از خودمون و از خانواده خودمون. این عدد رو یادتون باشه، بین 65 تا 85 درصد از رفتارهایی که به سلامت ما منجر میشه محصول همین خود مراقبتیه. الان کسی خوابش نمیاد دیگه تو کلاس، یواش یواش بیدار شدین. نه اون سبک زندگی گفتیم 50 درصد در سلامت ما موثره. تو سبک زندگی گفتیم یه چیزی هم که خیلی مهمه خود مراقبتیه، یعنی هی زیر مجموعه اون قرار گرفت. خب یادمون باشه، ببخشید من گاهی اوقات پشتم به شما میشه، عذرخواهی میکنم. یادمون باشه خود مراقبتی شامل اعمال اکتسابی آگاهانه هدفدار که فرد برای خودش، فرزندانش و دیگه اعضای خانوادهش انجام میده. پس برای خودم، برای خانوادهم یه سری چیزا رو اکتساب، یه سری چیزا رو آگاهانه و هدفدار انتخاب کردم که چیکار کنم که خانوادم. الان تو همین کووید 19 یه سری کارا رو اکتسابی یاد گرفتیم، آگاهانه و هدفدار، که تندرست بمونیم، از بیماری‌ها پیشگیری کنیم، از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی خودمون مراقبت بکنیم. الان بهتون گفتم حتما اگه برادر کوچیک، خواهر کوچیک داریم، اونا خیلی در معرض خطر بیماری‌های روحی روانی هستن. شما الان مدرسه میان یه خورده حالتون بهتر میشه، حتما اونا رو تو آغوش گرفتن، حتما برای اونا چیز خریدن، حتما اونا رو بهشون مهر و محبت بیشتری به خرج دادن. این همون خود مراقبتی است که شما دارید از خودتون یا خانوادتون دارید انجام میدید. نیازهای جسمانی، روانی و اجتماعی خود رو برآورده کردن، بیماری‌های حاد و مزمن خود رو درمان و مدیریت کنیم، نذاریم یه بیماری در ما هی باقی بمونه. خب این درس اون تموم شد. الهی مرانده که آن به. اینم باز اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب به نفع ما هست که ما سریعتر جلو بریم و شما یه خورده خسته میشین، شما منو حلال بکنید که یه خورده منم سریعتر برم، به نفعتونه که زودتر اینها به گوشتون بخوره و انشالله عاقبت به خیر بشین. نه میشین واقعا، این خیلی درس مهم. خب یکی از چیزایی که بچه ها رو سلامتی ما خیلی اثر داره، خب من بیام ببینم تو همه، یکی از چیزایی که خیلی رو سلامتی ما اثر داره اینه که ما بلد باشیم که چی باید، چه کارهایی باید بکنیم، چه کارهایی نباید بکنیم، از خودمون مراقبت بکنیم. تو اون کارهایی که چیکار باید بکنیم، چیکار نباید بکنیم، یکیش اینه که ما چی باید بخوریم که انرژی ما تامین بشه و اگر تو بدن ما اختلال ایجاد میشه، یه جایی از ما مثلا فرض کنید صدمه خورد، با دوچرخه بودیم، خوردیم زمین، با موتور بودیم، اگه یه جایی خواست ترمیمی صورت بگیره، اون ترمیم به درستی صورت بگیره. خب ما این مبحثمون پس راجع به تغذیه سالم و بهداشت مواد غذایی، فصل دوم درس سوممون. یه آیا میدانید دیگه واسمون گذاشته که تو سوالای امتحان نمیاد، فقط برای اینکه ما حواسمون رو بیشتر جمع بکنه. از هر 10 تا دانش آموز، یعنی الان شما مثلا 10 تا 20 مثلا، متاسفانه یک نفر به صورت روزانه سوسیس، کالباس، پیتزا و هامبرگر مصرف میکنه. اسم درستش هم هامبرگر دیگه، هامبرگر. خیلی یک نفر دارای اضافه وزنه، فکر کنم اون فقط خود من باشم چون همه شما لاغر. بیش از یک نفر چاقه، دو نفر چاقی شکمی دارن. بچه‌ها چاقی شکمی رو الان میریم میبینیم، تو ما مردا چاقی شکمی خیلی میتونه خطرسازتر باشه. خب بیش از یک چهارم دانش آموزان، 25 درصد اون چربی خون بالا دارن، حداقل یک بار در هفته میان وعده ناسالم مصرف میکنن. ببین همین هست میان وعده.
باز اینم جزء آیه، از هر 10 نفر دانش آموز فقط 6 نفر روزانه میوه میخورن، 3 نفر روزانه سبزی میخورن، 4 نفر روزانه شیر میخورن. پس خیلی کمه. ما حتما روز بین 4 لیوان 3 تا 4 لیوان شیر رو احتیاج داریم. جانم برای اکثرشون ناسالمن. بله الان که یه خورده جلوتر بریم راجع به اون سیب سلامت میخونیم که تو اون حتما ما باید اون سیب سلامت رو نگاه کنیم ببینیم که کالریش چقدره و چربی‌های غیر اشباعش اشباعش و اینها رو که با هم دیگه یاد میگیریم که غذاهای ناسالم رو تشخیص بدیم. جانم آره اینا رو که تو شبکه‌های اجتماعی میگن بچه‌ها پر از این دروغ هاست که این شیرها رو چجوری درست میکنن و چیکار میکنن. واقعا اینا نیست. من خودم مسئولیتی داشتم که بعد به کارخونه های مختلف رو، کارخونه های معظمی که دارن شیر درست میکنن، واقعا وقتی اینا رو میشناسم خودم میگم خدایا چجوری مثلا چهار تا آدم بی سواد، بعضیشون هم عنوان های خاصی دارن، میان یه حرفی رو مطرح میکنن که این فلان. واقعا اینجوری نیست، یعنی با خیال راحت. من بیشتر این کارخونه های میگم معظمی که داخل کشور، چه تا تهران چه تو تمام شهرستان هستش، تقریبا قریب به اتفاقش من برای بازرسی رفتم و اصلا این خبرا نیست که میگن. و شیر خیلی خوبی، آدم به راحتی باید بخوره، هیچ گونه مشکلی هم نداره. خب پس شیر، ولی شیر کم چرب، شیر پرچرب و اینا سعی کنید کمتر بخورید. الانم که میرید خونه مادرتون شیر موز میده رو بهتون میده، نه شیر طالبی میده، اینا میتونه خیلی برای شما مؤثر و مفید باشه. ببینیم برنامه غذایی، ببینیم برنامه غذایی سالم برای ما چی هستش. غذا میخوریم برای دریافت انرژی، هر کاری میخوایم انجام بدیم. من که الان میخوام این پوینتر این برنامه‌ش بکنم، میخوام لیزر بندازم رو شما، باید یه انرژی هزینه بکنم. این انرژی از خوردن غذا به دست میاد. یا اینم که غذا میخورم برای رشد، برای ترمیم، برای نمو، که رشد و نمو و اینا رو تعریفاشو بچهای تجربی بیشتر از ماها الان یادشون هستش که نمو یعنی چی. برنامه غذایی سالم در کنار فعالیت‌های بدنی مثل ورزش کردن از مهمترین عوامل اینه که ما سلامتی خودمون رو در طول زندگی داشته باشیم. پس غذای سالم، ورزش کردن، البته نوع انتخاب مواد غذاییمون هم ریشه تو فرهنگمون داره، تو آداب و رسوممون داره. قدیما ما آشرشته می‌خوردیم، جزء بهترین غذاهاست. یعنی شما انواع حبوبات رو مادرتون اومده با هم دیگه ترکیب کرده، عدس و لوبیا و بنشنا رو اومده با هم دیگه قاطی کرده، بعد شده پروتئین‌های گیاهی. همه اسیدهای آمینه، اسیدهای آمینه ضروری و اینا هم همه توش هستش. حالا میاد تازه کشک هم بهش اضافه میکنه، میشه پروتئین گیاه، پروتئین جانوری. جزء کاملترین غذاها میتونه آشرشته باشه. البته تو ماه مبارک رمضان که ما در پیش داریم میتونه برای ما سنگین باشه، ولی خب به عنوان یک غذای فوق. خود کشک که قدیمی ها استفاده میکردن و الان هم تو بسته‌بندی های یه نفرش کشک خشک اومده که شما میتونید ازش استفاده بکنید، جزء بهترین منابع غذایی هستش که میتونه برای ماها باشه. پس ریشه در فرهنگمون داره، آداب و رسوممون داره، عوامل اجتماعی و اقتصادی داره، اینا رو توضیح دادم. در دسترس بودن هم داره. البته ذائقه ما هم خیلی موثره. ما الان چایایی که می‌خوریم، چایایی مثلا خارجی می‌خوریم، خیلی هم پول بیشتری بهش میدیم، ولی داریم یه سری مواد رنگی مضر رو وارد بدن خودمون می‌کنیم. چرا؟ چون ذائقه‌مون دیگه نمیره. مثلا تو کاکائو همین جور هستش. ما یه نوع کاکائوی خاصی رو به فرض علاقه مند هستیم، یه نوع شکلات خاصی. پس ذائقه های ما میتونه متفاوت باشه و ما باید سعی کنیم ذائقه های بچه‌هامون رو نسبت به غذاهای سالم اونها رو به نحوی بهشون عادت بدیم که غذاهای سالم رو بیشتر علاقه مند باشن. حالا مواد غذایی که توی روز ما احتیاج داریم بچه ها، این درس هم یه خورده مثلا شاید خوشمزه زیاد نباشه و قشنگ نباشه، ولی تحملش بکنید، درس بعدی ان شاءالله بهتر میشه. کربوهیدرات ها یا قند ها توی مواد غذایی که ما میخوریم، پس 6 تا گروه هستن: قندها، چربیها، پروتئینها، ویتامینها، مواد معدنی و آب. اینا جزء مواد غذایی مورد نیاز بدن ما هستن. هر کدومشو کاملتر توضیح میدیم. مثلا قندها نقش مهمی در عملکرد اندامهای درونی مثل قلب و کلیه دارن. اصلا قلب من بخواد کار بکنه حتما به انرژی احتیاج داره، حتما به ATP احتیاج، ATP یا ATP احتیاج داره که قلب من بتونه حرکت بکنه. سیستم عصبی و ماهیچه های ما، اگه من ماهیچه ها خواستم حرکت بکنم، خواستم راه برم، به انرژی احتیاج دارم. پس این انرژی از همین قندها داره تامین میشه. چربی ها نقش مهمی در تامین انرژی داره. بچه ها هر یه گرم چربی دو برابر یه گرم قند انرژی آزاد میکنه. پس اگه ما تو جنگ خواستیم بریم، سربازا خواستن از این خاکریز برن مثلا 24 ساعت 48 ساعت تو دل دشمن،
اگه بهشون تغذیه جنگی میدن تو اون بیسکویتایی که بهشون میدن چرب بزن که بعدا مثلا قند از کربوهیدرات استفاده کنن، میان توش مواد چربیزا میذارن، چربی میذارن. میگن چرا؟ میگه چون هم جای کمتری میگیره، هم دو برابر یه قند انرژی آزاد میکنه. پس ما تونستیم یادمون موند که چربی ها چقدر میتونه مؤثر باشه. پروتئین ها چی؟ نقش مهمی تو مواد غذایی که میخوریم، مواد پروتئین دار، مثل پروتئین های گیاهی، مثل پروتئین های جانوری، مثل گوشت و اینها که میخوریم، نقش مهمی در رشد و ترمیم و حفظ بافت های عضلانیمون دارن. دیدیم که میرن بدنسازی، مثلا تخم مرغی که میخورن، پروتئین هایی که دارن استفاده میکنن، تو بدنسازا یه رژیم غذایی پرپروتئین دارن. ویتامین ها مثل همون شیر موزی که شما امروز تشریف میبرید منزل، ویتامین هایی که مثلا توی موز بود یا توی شیر بود، نقش مهمی در سوخت و ساز کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها دارن. یعنی اگه شما چربی خوردی، پروتئین هم خوردی، کربوهیدرات هم خوردی، اینا رو خوردی که خیلی مهم بود، ولی ویتامین تو بدنت نداشتی، سوخت و ساز اتفاق نمیفته. پس ویتامین ها خیلی نقش مهمی دارن که دوستمون اشاره کردن، گفتن ما مولتی ویتامین خوبه. آره، ولی شما که دارید جوونی دارید همه چی میخورید، احتیاجی به مولتی ویتامین ندارید. سالمندایی که تو خونه هستن تک تنها، حال ندارن غذا درست کنن، کسی نیست براشون خرید بکنه، ما به اونا میگیم مولتی ویتامین بخورن. پس ویتامین ها اساتید، ویتامین ها خیلی نقش مهمی دارن که اگه پروتئین، چربی، کربوهیدرات ما خوردیم، اگه خواست اینا سوخت و ساز توش انجام بشه، اینا حتما باید ویتامین ها حضور داشته باشن. یه سری مواد معدنی هم مثلا تو مواد غذایی که ما میخوریم خیلی مهمه. از انواع مواد مغذی هستن که عملکردهای شیمیایی بدن رو تنظیم میکنن. سدیم، پتاسیم، سدیم شما اگه شما مثلا برید تو آفتاب یه مدت زیادی تو تابستون قرار بگیرید تو اهواز، دوچاره چی میشین؟ گرمازدگی میشین. سلول قلب شما، مغز شما امکان داره از کار بیفته، حتی امکان داره شما به مرگ خدای نکرده دچار بشین. چرا؟ چون مواد معدنی رو از طریق عرق خودتون، سدیم مثلا از طریق عرق خودتون از دست دادین. یا بچه ها پتاسیم، اونایی که دیالیز میشن شاید تو اقوامتون داشته باشین، بهش میگه هر دو روز یه بار باید بری نوبت دیالیزته، از این دیالیز تا اون دیالیز دو روز. خب حالا ببین، بعد بهش میگه ببین پرتقال نخور، یا پرتقال منبع پتاسیمه، موز منبع پتاسیمه، خیار اون تخمای توش منبع پتاسیمه، بهش میگه اینا رو نخوری، یا طرف هم میره مهمونی پرتقال رو میخوره، اونم میخوره، پتاسیم میره بالا. این مریضایی که خودم توی بیمارستان هاشمی نژاد داشتم، شما دارید با مریض صحبت میکنید، دیالیزی نوبت دیالیز میگین، آزمایشاشو دارین مینویسین، تا بره آزمایشگاه جلوتون همون لحظه نگاه میکنین اکسپایر شده، از بین رفت. چرا؟ چون پتاسیمش رفته بود بالا، چون گوش نکرده. پس ببینید یه پتاسیم چقدر میتونه مؤثر باشه. املاحی که تو بدن ما هستش، سدیم، پتاسیم، کلسیم، کلسیم بدن شما کم باشه، این انقباضات عضلانی شما دچار اختلال میشه. اون اطلاعاتی که در مغز شما هست و این دیوار اگر فشار بیاره، خدای نکرده دیوار رو صدمه میزنه. خب نه، چون الان خیلی چیزا یاد گرفتیم، امروز یه الان مطلب جدید یاد گرفتیم. خب بچه‌ها نگاه کنید ببینید آب چی؟ آب تمام فعل و انفعالات بدن توش آب به کار میره. آب خیلی مهمه. اصلا بیشتر حجم بدن ما رو آب تشکیل داده. تو کاهو بیش از 90 درصدش آبه. میرین کاهو می‌خریم، سبزی خوردن بالای 90 درصدش آبه. برین پول آب میدین. برای قیافش مثل کاهو مثل چیز. خب حالا یکی یکی اینا رو بیایم نگاه کنیم، تندم ازش عبور می‌کنیم. از اینا سوال کم بوده تو امتحان. کربوهیدرات ها، قند ها، هر گرم کربوهیدرات 4 کیلوکالری انرژی آزاد میکنه. چجوری ذخیره سازی صورت میگیره؟ بچه ها وقتی که شما الان میرید خونه، مثلا یه دونه نوشابه تو راه میخورید، نوشابه سرشار از قند بود، اگر این قند شما میومد میرفت وارد خونه شما میشد، شما بلافاصله بعد از خوردن نوشابه همه تو میرفتیم تو کمای دیابتیک، اصلا میمردیم. یعنی یه مقدار فوق العاده زیادی قند میومد توی خونتون و شما رو از بین میبرد. چرا تو بدن ما این اتفاق نمیفته؟ ما این همه شیرینی جات میخوریم، قند خونمون همیشه ثابت باقی میمونه. به خاطر اینی که وقتی ما غذا خوردیم، این غذا از توی دستگاه گوارش ما از طریق وریدها اول میاد میره تو کبد، تو جگر ما، تو جیگر ما مثل یه کارخونه بزرگ میاد. میزان قند، هر چقدر قند بخورید، قندای اضافه رو میاد به هم میچسبونه، گلوکوزا رو به هم میچسبونه، به صورت گلیکوژن درشون میاره و اونا رو ذخیره میکنه. حالا چند روزیه که ماه مبارک رمضان هست، شما سحری خوردین، یک عالمه همینجوری اون به خصوص ثانیه‌های آخر هی قند و آب و نمیدونم این چیزا خوردین،
تمام این قندای اضافه رو کبد شما میاد به هم دیگه میچسبونه اینجوری. قندا رو که به هم چسبون شد گلیکوژن. حالا به مثلا ساعت 1 و 2 بعد از ظهر رسیدین. گشنتون شده. کبد شما دونه دونه این گلیکوژن ها رو شروع میکنه به آزاد کردن. گلیکوژن ها رو قنداشو یکی یکی قندا رو آزاد میکنه که شما قند خونتون پایین نیفته. دیگه کجا ذخیره قند صورت میگیره؟ تو عضلات ما. پس تو دو جا داره ذخیره صورت میگیره. قندای اضافی در به صورت گلیکوژن در کبد و ماهیچه‌ها داره ذخیره میشه. کربوهیدرات‌ها بچه‌ها دو نوع هستن. این برای ماه رمضونتون کمک میکنه. این خیلی واسه ماه رمضونت خوبه. اگه خواستی کربوهیدرات بخوری، ببین کربوهیدرات ساده بخوری یا پیچیده بخوری. کربوهیدرات ساده بچه‌ها تو قندهای موجود در میوه هاست. پیچیده مانند نشاسته در قلات، نان و برنج و سیب زمینی. تو ماه رمضون هر چی می‌خوری نونو بخوری تو سحر، به خاطر اینکه جزو کربوهیدرات های پیچیده است. مثل نشاسته قندش دونه 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 آزاد میشه، مثل همین گلیکوژنه که گفتیم. ولی اگه شما قندی خوردید که مثلا قندهای ساده، مثلا یه آب و شکر اینا هم شربت خوردید، خیلی سریع قندش از بدن شما جدا میشه. یعنی قند ذخیره سازی جدا سازیش که ما گفتیم تو کربوهیدرات پیچیده خیلی برای تو ماه مبارک مناسب تر هستش. پس این راجع به کربوهیدرات ها بود. چربی ها چی؟ هر 1 گرم چربی 9 کیلوکالری آزاد میکنه، دو برابر قندها و پروتئین ها. چربی های اضافه به صورت بافت چربی تو بدنتون ذخیره میشه. اکثرا دارید این رو شما که به صورت بافت چربی رو تو بدنتون. این بچه ها چربی یه چیز خوبی هم هستش. الان دست خودتون رو مثلا چشاتون رو ببندن، بگن دست مادرتون رو با دست پدرتون رو لمس کنید، یه چشاتون هم که بسته باشه میگه این دست مادر، این دست باباست. هم از موهاش میفهمین، اگه موهاش هم زده باشه اون دست نرمونالیه، اون دست مادرتونه. چرا؟ چون بافت چربی تو خانوما خیلی بیشتره. مسابقات شنا تو دنیا که مثلا اینا رعایت نمیشه، اکثرا خانوما از آقایون جداست. خانوما بدن شناورتری دارن. چربیای ذخیره‌ای تو بدنشون خیلی بیشتر هستش. به خاطر همین هم هستش که بدنشون زودتر از شکل و قیافه میفته اگر به بدن خودشون نرسن. پس نقش چربی تو بدن حفظ گرما، نقش کازماتیک زیبایی، نقش عایق‌بندی. این نورونای ما که میخواد بیاد بره اینجا از این مثلا مغزم به پا میگه یه دونه لغت به این بزن، همین که با هم میخوام بیارم بالا، تو این نورونا که میخواد این حرکت الکترون ها صورت بگیره، بر عایق بندی دور خیلی از نورون ها چربی ها اومدن، دورش رو چربی ها گرفته. مثلا همین سیم کشی های ما که دورش رو مثلا یه سیم اومده، پس میتونه عایق بندی بکنه. یادمون باشه یه ویتامینایی داریم که محلول در چربی هستن. یه شعر خیلی قشنگ هم داره که بچه های تجربی معمولا از حفظ میکنن که میگه ویتامینای محلول در چربی کادی. ببینید چه شعر زیباییه. همین هیچ وقت یادتون نمیره. دو تا مصرع داره. ویتامین های محلول در چربی کادی. خب یادتون تو امتحان میمونه. کادی کادی. اینا بچه ها. خب این ویتامین ها رو اگه بهمون دادن، ویتامین کا داد، ویتامین آ داد، ویتامین دی و ویتامین ای، حتما باید با غذا بخوریم. یعنی اگه مادر شما میگه من ویتامین دی رو چجوری بخورم، آقای فلان گفته بخورین چجوری، میگه مادر ویتامین دی محلول در چربیه، حتما باید ویتامین ای واسه مثلا پیرمردا و اینا میدن که علاوه بدنی و چیزای دیگه خوره را بیفتن. این ویتامین ای خیلی معجزه میکنه بچه‌ها. خب آره واقعا مثل کورتوم خیلی خیلی یه ویتامینه که ناشناخته است هنوز خیلی از ابعادش. ویتامین ای رو چجوری بخورم بهش میگیم؟ اگه شب کوری داره ویتامین آ دکتر بهش داده، میگیم آقا اینو حتما با غذا باید بخوری. چربی ها تو بدنمون تو ساخت سلولای مغزی و بافتای عصبی اثر دارن. بچه ها چربی ها دو نوعه. این باز کمک بهتون میکنه که الان سوالی که پرسیدن، گفتن آقا راجب این مضراتی که داره که راجب غذا ها و اینها، چربی ها دو نوع هن. یه چربی هایی هستن اشباع هن، یه چربی های غیر اشباع هن. چربی های اشباع شده ببینیم چی هستن. چربی ها در محصولات لبنی، روغن های حیوانی، گوشت و مرغ یافت میشه. عامل تعیین کننده سطح کلسترول خونه، حفظ سطح مطلوب اون باعث کاهش بیماری های قلبی و برخی از سرطان ها میشه. غیر اشباع چیه؟ نوعی چربیه که معمولا از طریق محصولات گیاهی و ماهی تامین میشه. بچه ها این غیر اشباع اون پیوند دو تا کربن با هم دیگه پیوند دوگانه هستش. پیوند دوگانه که بود این کربن ها به هم چسبیدن، یه پیوند دوگانه کربن های بعدی میان اینجا، اینا رو هم دیگه خطی اینجوری سوار نمیشن. حالت مایع چربی به خودش میگیره، روغن مانند به خودش میگیره. پس اینا خیلی میتونه غیر اشباع کمک بکنه به اینکه توی عروق ما چربی رسوب نکنه.
اما چربی های اشباع شده میتونه ضررهای بیشتری رو برای ما داشته باشه. چربی اشباع نیا کنید، چربی غیر اشباع از این پیوند دوگانه شکسته و به خاطر همین به صورت مایع قرار میگیرن، اینجوری رو هم طبقه طبقه قرار نمیگیرن. بعد شما میرید روغن جامد که میرید میخرید نوشته که روغن هیدروژنه. چرا هیدروژنه؟ چون اینو میارن تحت با شرایط خاصی تحت هیدروژن زیاد قرار میدن، این پیوند دوگانه هاش میشکنه و هم مثل همون روغن چربی اشباع میشه. یکی دیگه از اون چیزایی که ما دیدیم برای بدنمون تو غذا خیلی لازم بود پروتئینا بود، که پروتئینا هم گفتیم 4 کیلوکالری انرژی آزاد می‌کنن برای رشد و ترمیم، حفظ بافت‌های عضلانی ما بهش احتیاج داشتیم. پروتئینا چی درست شده بودن؟ اسید آمینایی که به هم چسبیده بودن، آلانین، تیونین، انواع اینا، هر کدومشون یه اسم داره. چند نوع اسید آمینه داریم بچه‌های تجربی؟ 20 اسید آمینه داریم. ها؟ چند تا؟ خب 11 تا و 9 تا. یا خب 20 تا اسید آمینه داریم. مثلا بچه‌ها 20 تا حروف الفبا میمونه، ما الان 32 تا حروف الفبا داریم، باهاش هزاران جمله و هزاران کلمه میسازیم. 20 تا اسید آمینه داریم، بسته به اینکه آ با کنار ب قرار بگیره میشه آب، ت به آ تا. پس ما هزاران نوع پروتئین میتونیم بسازیم. منتها اگه این اسیدهای آمینه به هم چسبیدن پروتئین درست میشه، میگیم نه ایشون یه پروتئین یه اسید آمینه. این اسیدهای آمینه باید دست همدیگه رو بگیرن، با هم پیوند برقرار کنن، بیان شکل فضایی پیدا کنن. یعنی اگه ما دستمون دادیم به همدیگه، باید بیان تو همدیگه بلولیم، یه شکل فضایی پیدا کنیم بشیم پروتئین. تا پیچ و خم تو هم نخوریم مثل این، به صورت پروتئین در نمیان. خب این پروتئین اضافی تو بدنمون تبدیل به انرژی میشه. یا بچه‌ها یکی از رموز خلقته، قند زیاد میخوریم به چربی تبدیل میشه، چربی میخوریم به قند تبدیل میشه، پروتئین زیادی میخوریم به انرژی تبدیل میشه، به شکل چربی تو بدن یعنی دارین گوشت میخوریم، یا گوشت که چاق نمیکنه، چرا؟ گوشت به شکل چربی تو بدن ذخیره میشه. اصلا یه چیزی واقعا دیوانه کننده است این بچهای تجربه که اینقدر عاقل میشن به خاطر همینه. چون اصلا میمونم یا خدای چجوری این تو این خلقت این همه اعجاز داره اتفاق میفته، تبدیل این مواد بالاخره پیشساز به هم دیگه. واحدهای سازنده پروتئین ها همون اسیدهای آمینه ان. 20 نوع اسید آمینه داریم که 11 تاشو تولید میکنیم، 9 تاشو نمیتونیم تولید کنیم. اون 9 تا همون 9 تایی که میگیم بدن ما نمیتونه تولید کنه، ما باید غذاهای مختلف بخوریم. اگه غذاهای گیاهی داریم میخوریم، چندین نوع بنشن مثل آشرشته قاطی هم دیگه بکنیم، چند نوع از این مواد قاطی هم دیگه بشه که ما اسیدهای آمینه مون بله بفهمیم. متوجه نشدم. چرا وقتی قند نگفتم قندش زیاد انگشت رو پاک میکنه؟ نه، گفتم اگر کسی دیابت داشت، انگشت پاش عفونت کرد، نتونستن درمان بکنن که درمانش خیلی سخته، برای اینکه این عفونت های نیاد بالا و بالاتر از یه جا آمپیتیشن میکنن و قطع میکنن. برای اونجوری که دیگه همه رو باید قطع کنیم. خب پس بچه ها 11 تا از این اسیدهای آمینمون رو خود بدنمون میتونه تولید کنه، 9 تاشو باید از طریق مواد غذایی به دست بیاریم. پس باید متنوع مواد غذایی رو استفاده بکنیم. متنوع، اصل تنوع، یه خورده جلوتر بریم بهش میرسیم. اصل تنوع بچه ها، 2 نوع پروتئین داریم. چقدر به زنگمون هستش؟ 1 ساعت. خب بچه ها واقعا یه چند دقیقه اگه تحمل کنیم من سریع اسلایدهای رد میکنم که تمام بشه. شما خوبه؟ خیر، من رو میکنم این طرف که شما موافقت کرده باشید. 2 نوع پروتئین داریم، پروتئین های کامل مشتمل بر تمام اسیدهای آمینه ضروریه، مثل گوشت، ماهی، مرغ، شیر، تخم مرغ. خیلی چیز خوبیه، قدرشو بدونید، ارزون هم شده میتونید بخورید. تخم مرغ، مرغ هم زیاد شد، اینا رو میتونید قشنگ بخورید. پروتئین کامل یعنی همه این اسیدهای آمینه رو توش داره. یه پروتئینای ناقصی هم داریم که واجد تمام اسیدهای آمینه ضروری نیست، مثل چیا، مثل حبوبات، خوشبار، مغز دانا. اینا رو باید قاطی بکنیم تا بشه کامل. این 4ش هم بذاریم من بهتون ببینید. اینجوری آشتشتر رو نگاه کنید بچه‌ها، این مغز دانا چقدر چیز خوبیه. ویتامینا رو هم یاد بگیرین دیگه. تقریبا ما ویتامینا دو تا مورد دیگه مون. ویتامینا ترکیباتی هستن که گفتیم اگه نباشن کربوهیدرات و پروتئین چربی فایده‌ای واسمون نداره، درسته؟ ویتامین ها بعضی ها محلول در چربی بودن، کادی ای که میتونن در بدن ذخیره بشن، معمولا تو کبد ذخیره میشن. بعضی ها محلول در آب بودن، گروه بی و سی، که بدن قادر به ذخیره سازیشون نیست، چون تو آب محلولن با ادرار ما هم
بله. شما ویتامین سی 10 تا پرتقال بخوری همه ویتامین سی ها نیم ساعت بعد تخلیه میشه. دلتون شور نمیزنه ویتامین سی اگه زیاد بخوری. اگه رژیم غذایی درستی نداشته باشیم ممکنه با کمبود ویتامینا مواجه بشیم. مادرمون اومده به سنی رسیده 55 سالشه 50 سالشه، موهاش وزوزی شده، ریزش مو پیدا کرده، خانم‌ها دوران یائسگیشون، این اتفاق میفته. الان شما یاد گرفتید اتفاقا میریم بهش میگیم مامان ویتامین H B9 استفاده بکن، مواد درست درست میشه، معجزه میکنه، میرید بعد یعنی یه دکتر کامل میشین. که پس ببینید چقدر دخش ویتامینا ویتامینا میتونه موثر باشه. میوه ها، سبزی ها، حبوبات و اینها از منابع ویتامین ها هستن. مواد معدنی هم خیلی مهمه، مثل آهن، کلسیم، منگنزیم، سدیم، پتاسیم و غیره. آهن در ترکیب هموگلوبین که وظیفش حمل اکسیژن به تمام بدنه، اگه آهن یه نفر کم بشه دچار کم خونی میشه. خانوما که در هر ماه مقداری خون از بدن خودشون دفع میکنن معمولا دچار کم خونی هستن. چرا؟ چون آهن بدن خودشون رو از دست میدن. پس آهن خیلی مهمه. ولی ما تو مردا چون ما عادتهای ماهیانه نداریم، خونریزی نداریم، پس به خاطر همین ما آهن بدنمون معمولا تامین شده هستش. ولی تو خانم ها آهن خیلی مهمه. چرا؟ اگه نباشه الان نگاه کنید کف دست من، نگاه کنید بچه ها یه عددی رو میبینید درسته؟ چیه این عدد؟ شما کف دست خودتون رو نگاه کنید ببینید مثل مال من پررنگه. اگه کم رنگ بود میفهمید که شما دچار کم خونی هستید. ما مردا اکثرا بچه ها یکی هم دکتر که میرین ناخونتون رو فشار میده. نگاه کنید بچه ها، نگاه کنید منو. اونا که خط نداره هایی دارن نگاه میکنن، بعضی خط نداره، اون توی چیزا هست، توی سندروم دان یا مونگولیسم، اونا خط نیستش یا یه خط صاف. نه ولی دارین، همه دارین، دلت شور نزن دارین. خب نه یه خط صاف اون. آقا گوش کنید خیلی خوب، پس آهن خیلی مهمه. الان اینجا رو نگاه کنیم فشار میدیم این چقدر زود برمیگرد سر جاش، میشه ملتهمه چش رو نگاه کنیم چقدر صورتیه، میفهمیم خون خیلی خوبی داره. تو خانوما بریم مادرتون رو نگاه کنیم ببینید که چقدر این کم رنگه، بهش میگیم ماما کم خونی، باید مثلا قرص آهن باید بخوری، مثلا کپسول هماتینیک باید بخوری. خیلی مهم. مادرها خانومایی که کم بوده آهن دارن بی‌حوصله، خسته، عصبانی، اوقات تلخ، همش خوابشون میاد. آهن به بدنشون برسه، اکسیژن به همه جا میتونه برسه. کلسیم هم که توضیح دادیم خیلی مهم بود. منیزیم برای رشد موهاتون، ببین من منیزیم استفاده نکردم. منیزیم خیلی میتونه مهم باشه. آقا خودتون رو مسخره کنید، آینده همتونه. سدیم باعث حفظ تعادل مایعات تو بدن میشه. پتاسیم هم توضیح دادم. آب هم میدونید دیگه. ببینید بچه‌ها این آخریشه که دیگه میخواین تمام بشه. دو تا سه تا اسلاید. آب یه ماده انرژیزا نیست، خیلی حیاتیه. 60% حجم بدن رو تشکیل میده، بخش اصلی خون ما رو آب تشکیل میده، باعث تنظیم دمای بدن ما میشه، مواد زائد از اون طریق دفع میشه. هر فردی قادر مدت طولانی بدون غذا زنده بمونه، ولی بدون آب 2-3 روز بیشتر زنده نمونه. خواست زلزله بیاد ور نداری کنسرو با خودتون زیر آوار ببرید، آب ببرید، چون زنده میمونید با همین چیزا که خوردین زنده مونید. آب خیلی مهمه، 2 تا شیشه آب همراهتون داشته باشید. خب یا شب که میخوابین زیر پتو، نوشیدن آب باید به حدی باشه که فرد احساس تشنگی نکنه. بچه ها ادرارتون باید ادرار بیرنگی باشه. هر وقت ادرارتون پر رنگ شد بدونی علامت خوبی نیست، ادرار باید رنگ سفید خوب داشته باشه. دو، سن 50 سال که پدر مادرتون رسیدن دیگه تشنه‌شون نمیشه، باید مرتب آب بخوردش بدین. یعنی پدرتون نشسته مرتب سوش آب ببرین، 7-8 لیوان تو روز آب، واقعا دیگه تشنگی رو متوجه نمیشن، ولی باید مرتب آب به اونها بدیم بخورن. برای فعالیت 6-8 لیوان آب، ببینید چقدر قشنگ داره آب میخوره. خب پس یادمون باشه، اینم بگم چند تا دیگه مونده ببینید بچه‌ها چقدر کم مونده. خب باش، از اینکه حوصله کردین خیلی خیلی سپاسگزارم استاد، از شما، از جناب آقای صبات. اگرم من وقتتون رو گرفتم خیلی عذرخواهی میکنم. در هر صورت روز خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ، شب بخیر.